هموطنان گرامی، سلام و احترام بر شما. از کابل خبر می رسد که رهبران دست اول و میان پایه طالبان همه به کمپ چوونی پاکستان فرار کردند. در خبر بعدی، پایگاه شمسی در بلوچستان به پروازگاه طیارات بی‌سرنشین آمریکا و که به هدف عملیات بر افغانستان فعالیت میکنند واگذار شده است و 30 مقاومتچی در پنجشیر به طالبان تسلیم شده. اول، طبق اطلاع از منابع موثق، دو تن از نظامی های وابسته به سازمان القاعده که از بخش شاخه جنوب آسیا یعنی شبه قاره هند هستند، اینا موسوم هستند به AQIS، در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در غزنی کشته شدند. اواخر شب گذشته، یعنی ساعت 2 بامداد بوده، در ولسوالی اندر ولایت غزنی اینا هدف بمباران قرار گرفتن و کشته شدند. گزارش می‌افزاید که آمریکایی‌ها از قبل تمام شبکه‌های مربوط به خارجی ها را خصوصا القاعده را در تمام افغانستان ردگیری و شناسایی کردند. ما امیدوار هستیم که این مردم ها را در بدخشان و در شمال افغانستان هم هدف قرار بده. یعنی تنها شرطش نیست که در غزنی مثلا در پکتیا و جایشان رو پیدا کنه. اصل مرکز در بدخشان است و قندوز است. دیده شود چی میشه. در گزارش دیگه آمده که جسد ایمن الزواهری اینمی یک روز پیش در ولسوالی پنگویی قندار مخفیانه دفن شده است. از یخدان 400 بستر او را شبانه کشیده پریشان و بردن به طرف قندار خاموشانه و در پنگویی دفن شده است. این گزارش اپراتیفی بود. گزارش دیگه میگه که 3 دهشت افغان وارد کابل شده. اولش اینی آدمی است که عکسش میبینین. محمد غوث نامش است. نفر دوم محمد بلال است و نفر سوم محمد وارث است. اینا داخل کابل شدن. از جمله امو میرغضبای جنایتکار آدمکش هستن. اینا میخواین در کدام نقطه از کابل خود انفجار بدن و سریال جنایات و آدمکشی را طولانی تر بسازن. این افراد گفته میشه از داعش هست. پاکستان ما گزارش های متعددی در هفته‌های پسین داشتیم که در صدد معامله با امریکاست. امریکایی‌ها با خروج از افغانستان در پاکستان پایگاه گرفتن. اونا به خاطر رد میکردن که اونجا گروه های اسلامگرا از مردم خود این مسائل پنهان بکنن، رد میکردن. اما پایگاه هوایی شمسی در اختیار امریکایی‌ها قرار گرفتن که تمامی تیارات بی‌سرنشین امریکایی که در افغانستان در ولایات در این روزا گشت میزنن، عمله میکنن و پس برمیگردن، از زمین میدان هوایی شمسی برمیخیزن. شمسی یک نقطه است در شهر واشوک بلوچستان که فاصلهش از مرز دیورند با افغانستان 190 کیلومتر است. این پایگاه از گذشتن مورد استفاده امریکایی بود، اما در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان امریکایی و ناتو بر پایگاه سلاله یک عمله کردن. بعد از او پاکستان ای را از اختیار امریکایی بیرون کرده بود. حالا که پروتوکولا از سر گرفته شده، تازه شده، دوباره در اختیار امریکایی قرار گرفته که طبعا در برابر پول تا جایی می پردازن. بنابراین
کنترل فضای افغانستان آله و طور کامل از امی خط اول هوایی پاکستان صورت میگیره. این پایگاه در سال 1992 یعنی تقریبا 30 سال پیش از سوی شیخهای امارات عربی ساخته شده بود که به یک ساحه بسیار کلان که شکار پرنده های نایاب در اینجا صورت می گرفت. همین محوطه را به اصطلاح اونا ساخته بودن. اونا معمولا پرنده های نایاب مثل شاهین های بسیار کمیاب هم مثل که امرای احمد ضیاء مسعود یک دفعه در هرات در دشت های فرا آمده بودن شکار میکردن و شکارون حتی کت موترهای زری خود آمده بودن. به این شکل این پایگاه شمسی را عربا و بر خود جور کرده بودن. اما از سال 2001 تا 2011 در تصرف امریکایی بود که این باز هم در سال 2022 پایگاه امریکایی شد. اطلاع بعدی، منابع استخباراتی میگن که رهبران شبکه افغانی و گروه طالبان در دولت که هستن همیشان به پایگاه نظامی پاکستان در کویته و وزیرستان جنوبی انتقال داده شدند. بعد از امی که امریکایی ها را زده خانه محل بوده باشه ایمن زوایری ده. همچنان امریکایی ها در شرق افغانستان یک چند تن از عوامل آیس های هدف قرار دادن از هوا. کمپ چوانی که اینا رفتن اونجا جابجا شدن اکثرا از پایگاه نظامی پاکستان است که در 20 سال گذشته که امریکایی ها و ناتو در افغانستان بودن این کمپ خانه مسئول و امن برای رهبران القاعده و افغانی بوده. آل پس در مو کمپ دوباره اونا پناه گرفتن تا که چند وقت تیر شوی گرد خاک بیشینه و دوباره یا بیاین یا نبیاین. منابع مالی میگن که امروز یعنی روز یک شنبه 16 اسد در ساحه چهاردیوار ولسوالی اندر غزنی بمباران شده. هواپیمای بی سرنشین زده. طالبا اول هر چیز آل منکر میشن در دروغگویی بیخی دیگه آل سرتیفیکیت دارن. گفتن که یک تیم ماین روبی بود یک مقدار سلا مواد منفجر ناشده بود هم بوره در ساحه انفجار دادن. صدا خیلی دیگه کدام گب نیست. اما گشتنی تورات در ولسوالی اندر از استقامت پکتیکا اونجا چند روز جریان داشت. در سایه چهار دیوار ولسوالی اندر که میجر زده اونجا یک کمپ نیروهای خارجی بود سابق و بعد از او با پایگاه نیروهای ارتش حکومت پیشین تعلق گرفت. طالبا آله از این کمپ به عنوان تعمیر اداری ولسوالی اندر استفاده میکنن. در اونجا دو تن از افراد القاعده مربوط شبقاره هند که پیشتر گفتم کشته شده. همچنان خبر میرسه که در انفجار که در پل سوخته صورت گرفت بیش از 25 تن شهید و 30 تن مجروح شده. یعنی تلفات بسیار سنگین است و ایتو به نظر میرسه که سلسله ای حملات توقف هم نخواهد کرد چون جنگ مخفی وارد یک مرحله بسیار کثیف خود شده. طالبا با محدود کردن کانال های اطلاع رسانی یعنی و تمامی فجایع و جنایاتشان حال سرپوش می مانند و ممکن است از این هم رقم تلفات اضافه باشد. همزمان جبهه ملی آزادکان به طور بی سابقه هشدار داده و برای شهدا و زخمی های عاشورا پیام دادن گفتن که ما به زودی انتقام شما رو میگیریم و اینا رو با کشتن تروریست های وحشی گفتن ما میگیریم منتظر خبر بعدی باشیم. دیگه معلوم نمیشه که جبهه ملی آزادگان چی کار خواهد کرد. فقط هم نقیق اشاره کرد. اما من فکر میکنم که اطلاعاتی هم وجود داره که در آستانه اولین سالگرد سقوط کابل و نفع طالبان و خروج امریکایی طوفان در راه است. تو تصور میشه گزارشات جسته و گریخته میه که طوفان در راه است.
همچنان مقاومتی ها بر مراکز تجمع طالبان در کاپیسا حمله بردند. به حواله آریا پرس، در 3 محور بالای زنا حمله شده. ولسوالی 3 اول در منزل علیم خان، اونجا قرارگاه جور کردن را حمله کردن. 2 نفر از افراد طالبان در اونجا کشته شده و 10 زخمی شدند. این 3 بار است که در خانه علیم خان مقر طالبان حمله میشن. یک پاسگاه طالبان در قری قزاق هم از مربوط S2 کاپیسا اونجا حمله شده و افرادش کشته شده و تمام سلاحشان غنیمت برده شده. اریتول مبارزه مسلحانه خاموش علیه طالبان در این محورها کماکان ادامه دارد. در شهرستان S2 هم 4 طالب و 1 مقاومتی جان باختند. طالبا به مردم دستور دادن که از کشت جواری خودداری کنند، به خاطر اینکه بوته جواری دار قد برابر است. دیگر نکاره که سطر اخوانه باشه برای مقاومتی ها و حتی محصولات گندم مردم ها آتش دادن که ممکن است باعث خشم و ناگانی مردم شود، خصوصا در روزهای نزدیک به 15 آگست. همچنان مبارزین تحریک آزادی صبح امروز یک عضو برجسته گروه طالبان را به نام ملا نسیم در شهرستان خوشامند پکتیکا کشتند. اینمی آدمی که عکسش میبینین، اینمی ملا نسیم است. اینمی را مبارزین تحریک آزادی زده. اینالی تحریک آزادی یک نام نو است. در جمله چند تن از هستای فعال مقاومت بر ضد طالبان، من اولین بار است تحریک آزادی رو میشنم. اینا ادعا کردن که زدن. تمام این تحریک آزادی حتما از خود مردم بومی پکتیکاست، کسایی که در رسش قرار دارن. از پنجشنبه طالبان کم کم دره حصاره که ترک کردن و از دره عبدالاخیل هم کم کم خارج شدن. اما در میان آخر شماری از افراد جبهه مقاومت، افراد مسلح در قرارگاه که بودن، به تعداد 30 نفر تقریبا از قرارگاه دره به طالب تسلیم شدن با تمام سلاحشان. 3 نفر در تسلیمی زینا نقش داره. یکی خب سارال کرامی مردم ها پیسه میتن، جنرال جرات اینا که طالب همکاری میکنن، بسیار زیاد از مجبوریت های مردم استفاده میکنن. بکنار اون 3 نفر هم در پایان بر شما نامهاشون میگیرم. اما ببینید که کسایی تسلیم شدن کی هستن. یا لازم است من نام تک تکشان رو برای شما بگویم تا هیچ چیز پت نباشه. سیاه سیاه گفته شده، سفید سفید. از قریه خوجه اینا تسلیم شدن امرای جنگ افزارشان. اول وایت خان مشهور به پلنگ با 3 پسرش به نامای بلال، امیر امزه و نوزاد با 10 میل سلاح نو M4. مطابودین ولد محمد امین خان با 2 میل کلاشینکوف. نجیم خان ولد محمد طایر با 7 میل سلاح نو پیکاتی. شیرامت خان ولد فضل الرحمن با 12 میل کلاشینکوف. اینا بیخی خود کندوتکان کردن وقتی که آمدن تسلیم شدن. نامایشان رو به خاطر میگیریم که در ذهن شما باشه که روز و دیگر و سبا نمیمونه. شاپور ولد شامومت خان با 2 میل کلاشینکوف. آجی محمد ولد شانواز 1 میل کلاشینکوف. امیرالدین ولد محمد وفا با 1 میل کلاشینکوف. شیرامد ولد میراقا با 7 میل کلاشینکوف. این دیگه خیلی خراجی کده این شیرامد نام. از رجان ولد فقیرشا با 3 میل کلاشینکوف از قریه دیدادو. ضیاءالحق ولد میدی خان با 13 میل سلاح نو M4. تکرار میکنم، ضیاءالحق ولد میدی خان با 13 میل سلاح نو M4. یک بسته سلاکوت خود آوردن تسلیم کردن. شعیب ولد محمد شفا با 2 میل M4 و 1 میل پیکا. شفا ولد محمد نعیم با 1 میل M4. میر غیاث الدین ولد عبدالغیاث با 7 میل کلاشینکوف.
غلام اکبر ولد غلام حیدر با 2 میل کلاشینکوف و 1 میل پیکا از قری مدلک خیل. گل آقا ولد محمد رسول با 1 میل کلاشینکوف. شاه فقیر ولد محمد رئیس با 1 میل کلاشینکوف. جمعه خان ولد مدارف با 1 میل کلاشینکوف. ضیاءالحق ولد کرم خان با 1 میل پنج تیره از قریه دی پیتو. میر آقا ولد غلام نبی با 1 میل کلاشینکوف و 2 میل M4. سوراب ولد عین الدین با 20 میل کلاشینکوف و 100 فیر مرمی راکت. ای بیخیل ریکارد زده ای سوراب خان. سمت خان ولد دلاور با 2 میل کلاشینکوف. شاه سلیمان ولد بادر با پسر شیرالم و پاینده با 6 میل کلاشینکوف. نورالحق ولد نادرخان با 1 میل کلاشینکوف و 2 میل M4. دلاغا ولد قلادار با 1 میل کلاشینکوف. نور آقا ولد غلام نبی با 3 میل کلاشینکوف از قره کنسار. مراد ولد مرزا کلام با 3 میل کلاشینکوف و 1 قبضه تفنگچه. فرمان ولد مرزا کلام با 1 میل کلاشینکوف. محمد رضا ولد فقیر محمد همراه با پسرانش با 6 میل کلاشینکوف و 1 میل پیکا. نادر ولد رحیم خان با 1 میل کلاشینکوف. این لست به خاطر برای شما خواندم کسایی که در خارج هستن یا داخل هستن، که شما در این فکر شوین که چرا یای کار کردن. وقتی که سوال در ذهن شما پیدا شد، جوابش خود به خود پیدا میشه. جوابش هم در داخل محل است و هم در رهبری مقاومت است و هم در فساد قماندان است و هم در نمود رهبری است. ایره بسیاره شاید بگوی که والا نه زمیره نمیگفتی پت میکنی چی تو چه فایده. نه، پتش بسیار خطرناک است. روشن واضح باشه نسل نو مفهومه که با کیا طرف است، با چه نوع آدم ها طرف است. خیانت که علی از اینا علی زادگاهشان میشه، علی سرنوشتشان میشه، از کدام آدر است و وسیله چه کسا و چرا میشه. وقتی که به این سوالات جواب پیدا شد، دیگه ای اینمی آسیب های دوره جنگ باز کم میشه. هر قدر پت کنید به مو اندازه تاوانی که پسان میتی از اثر انفجارات مثل عواقبش کلانتر می باشه. اینمی آدم ها سلاکوت بسته آوردن، تسلیم کردن به قوای اجنبی. کی کار کرد؟ یک کسی از بنام معلم مجیب ولد میراجودین که در چند برنامه پیش ما عکسش انداخته بودم به شما. واید خان ولد کریم الله و یک خانم به نام منیژه بنت محمد خان. تمام اینمی کار کنا کردن، قرارگاه رو سقوط دادن، تسلیم دشمن شدن از اثر خدمت و زحمات شب و روزی اینمی 3 نفر است. تکرار میکنم، معلم مجیب ولد میراج الدین، واید خان ولد کریم الله، منیژه بنت محمد خان. اینمی درج و اصطلاح مستندات تاریخ جنگ برای آزادی افغانستان باشه. تا برنامه بعد.